سلام دوستای عزیز با بخش دیگر از اطلاعات کشورها در چینل آی پلاس خوش آمدید. در این بخش ما اطلاعاتی در مورد کشور زیبای اروپایی به نام اسپانیا جمع آوری کردیم. اگر برای اولین بار است که این ویدیو را میبینید، لطفاً کلید سابسکرایب را فشار دهید و علامت زنگوله را هم بزنید تا از گذاشتن ویدیوی جدید ما با خبر شوید و خوشحال میشوم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. اسپانیا کشوری در اروپای غربی می باشد. مساحت این کشور 505,990 کیلومتر مربع و پایتختان مادرید است. مادرید شهر مدرنی است که بیشتر جشنها و فستیوالهای مهم در این شهر برگزار می شود. بر اساس سرشماری سال 2020 جمعیت اسپانیا حدود 46,700,000 نفر می باشد. اسپانیا به دلیل موقعیت جغرافیایی، وجود سواحل و رشته‌کوه‌های بزرگ، متنوع‌ترین آب و هوا را در بین کشورهای اروپایی دارد. بخش بزرگ اقتصاد این کشور را جنگلداری و کشاورزی تشکیل می‌دهد. در گذشته این کشور یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپا و ابرقدرت جهان محسوب می‌شد. امپراتوری اسپانیا حدود نیم قرن پابرجا بود. اسپانیا به دلیل فراز نشیب‌های زیاد تاریخی، سیاسی و فرهنگی، مکان‌های دیدنی و زیبایی دارد. یکی از مکان‌های دیدنی این کشور کوردوبا نام دارد. کوردوبا منطقه در جنوب اسپانیا است که در واقع برخی از بزرگترین متفکران روم باستان و قرون وسطا در این شهر زندگی می‌کردند. یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی این شهر مسجد بزرگ است که از زمان حکومت مسلمانان در این منطقه پابرجاست. مسجد بزرگ در قرن 10 هجری ساخته شده و نمادی از عظمت تمدن اسلامی می باشد. کلیسای ساگرادا فامیلیا با عنوان پربازدیدترین جاذبه گردشگری در کشور اسپانیا شناخته می شود. ظاهر این کلیسا به شکل معماری قرون وسطایی است، ولی جالب است بدانید که ساخت این کلیسا در سال 1882 شروع شد و پیشبینی می شود که تا سال 2026 هم به پایان برسد. طول این کلیسا 90 متر و عرض آن 60 متر می باشد. سالانه حدود 5 میلیون گردشگر از این کلیسای ناتمام دیدن میکنند. مینوریکا آرامترین جزیره در مجمع الجزایر بالاریک در اسپانیا است. آبهای نیل رنگ و مسیر کم تردد این مکان را به بهشت اسپانیا معروف کرده است. در این مکان بسیاری از گردشگران برای ریلکسیشن و تفریحات مانند کایت سواری و قواسی می آیند. کوه آتش فشانی تیده با ارتفاع 3718 متر بلندترین نقطه اسپانیا و سومین کوه آتش فشانی بلند دنیا به حساب می آید. این کوه مهمترین جاذبه طبیعی اسپانیا می باشد. اطراف این کوه به مثل مریخ سرخ رنگ و خشک است. به همین منظور سالانه شمار زیادی از گردشگران برای دیدن این کوه به این منطقه می آیند. مسابقات گاف سواری در اسپانیا شهرت زیادی در جهان دارد. این مسابقه پیشینه تاریخی دارد. مردم اسپانیا این مسابقه را به یاد کشته شدن کشیش عیسایی که پس از مرگش به گاو وحشی بسته شده بود برگزار می کنند. این مسابقه بسیار خطرناک است و هر سال با برگزاری این مراسم شماری از مردم مجروح یا حتی کشته می شوند. ولی با وجود این همه خطر، مسابقات گاف سواری در اسپانیا هنوز هم جزو شلوغ‌ترین فستیوال های مردمی در دنیا است. فلامینکو یکی از معروفترین سنت های اسپانیایی به شمار می رود. فلامینکو یک سبک موسیقی بسیار زیبا در اسپانیا می باشد. این نوع موسیقی بر روی ساز گیتار نواخته می شود و تاکید زیاد بر روی ضرب و ریتم دارد. البته فلامینکو در حقیقت از سه قسمت رقص فلامینکو، آواز فلامینکو و گیتار فلامینکو تشکیل شده است. با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز، به پایان یک بخش دیگر از اطلاعات کشورها در چینل آی پلاس رسیدیم. برای عملکرد بهتر ما لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را کامنت کنید.